روزهای محشر. رخسار نشان میدهد از سر درون. ببین چی درست کردم. کباب کوبیده بدون سماق نمیشه. اونم سماق. تعدیکو ببین. دسره رو فیلمش گرفتم. دیگه چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ آفرین. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. هر جای دنیا که هستین تنتون سلامت و دلتون خوش باشه. ممنون که همراه من هستین. به دوستای جدیدی که به تازگی به کانال ما پیوستن بهشون خوش آمد میگم. امیدوارم که این ویدیوها یا ولاگا یا حالا هر چیزی که داخل این کانال براتون میذارم، اشتراک میذارم، براتون مفید باشه و دوست داشته باشین. اینم که من یه بسته گوشتخ کرده صبح گذاشتم بیرون یخش باشه. میخواستم کباب تابهی درست کنم. دوست سعید نهار نمیاد، بعد جلسه اینا داشت و دایی گفتم که برای بچه ها کباب تابهی درست کنم که من بیشتر درست کنم. دیگه اضافهش هم شب سعید میاد دیگه شام بخوره. حالا سعید رو میگه برای من کباب درست کن. حالا نکن ماما جی. باش. حالا موندم که چی درست کنم. این دلش کباب میخواد. آره کباب میخواد. امروزم مهد نبردمش به خاطر اینکه صبح بیدار شد احساس کردم یه ذره رنگ و روش پریده، نمیدونم حالا به خاطر کولر بود یا به خاطر چی. بعد گفتم که یه وقت میبرم، اگه مثلا خب یکم علائم سرماخوردگی داشته باشه برای بچه‌ها دیگه خوب نیست، یه وقت هم اگه حالش بدتر بشه دوباره بخوام برم بیارم پیش خودم باشه تو خونه بهترین طوری خیالم راحت تره. بعد موضوعی که دیگه که گفته بودین چند نفر، خب چرا خودت که خونه ای چرا میبری مهد کودک؟ ببین اصلا ربطی نداره مهد رفتن بچه ها به اینکه مادر خونه باشه یا سر کار بره. البته که من خیلی زیاد نمیبرم که خسته بشه اجباری باشه، موقع که هر وقت خودش دوست داره میبرم. فقط در حدی که میگم با بچه ها بازی کنه، رفتار آفرین، رفتار با بچه‌ها رو یاد بگیره، همسنای خودش رو بتونه باشون کنار بیاد، اصلا دعوا کنه، بتونن با هم چه میدونم نقاشی کنن، بشینن با هم بتونن فیلم نگاه کنن. و دومی که بچه‌ها وقتی همیشه اگه بخوای کنار مادرشون باشن، چون مادرها ناخودآگاه، یعنی یه چیزی که نیستش که اینجوری که حتما مثلا رو برنشه، ناخودآگاه مادرها مواظب بچه ها هستن. وقتی میبینن که یه خطری هست یا یه چیزی هست سری میرن جلوشو میگیرن، سری هی مواظبت میکنن، هی مراقب هستن. ولی وقتی بچه کم دور میشه از محیط خونه، از مادر، و دیدین که بعضی موقع بچه ها جلوی مادرشون احساس قدرت میکنن، بعضی بچه ها شیطونی میکنن، خونه میرن یه جا خونه زندگی مردم به هم میزن، میان خونه خودشون. بعد به خاطر همین وقتی مثلا تنها، مثلا همون بچه وقتی تنهاست میره یه جایی میبینه این چه آرومه، ولی مامانشو میبینه چه اینجوری میکنه. اون تقصیر مامانی نیست، اکثر بچه ها اینطوری هستن. بیچاره مادر هیچ تقصیری نداره که میگه مامانشو دید ببین چه کار میکنه بچه. وقتی بچه ها ناخودآگاه مادرشون که هست احساس قدرت بیشتر میکنن، احساس راحتی میکنن و خیالشون از این بابت راحت میشه که مامانم حواسش به من هست، مراقب من هست، الان دیگه هر کاری که دوست دارم میتونم انجام بدم. و مهد یک ذره این چیز از بچه ها میگیره. آره، باعث میشه که وقتی بچه از مادرش دور باشه سعی کنه که خب حالا مامان من نیست، من خودم باید مواظب خودم باشم، من خودم باید با دوستام کنار بیام، بتونم اگه دعوا کردم با بچه هام از خواهم دفاع کنم. و این خیلی تو رشدشون و برای آیندهشون عالیه. حتی اگر که میدونم که همتون مامانای خوبی هستین، همتون برای بچه هاتون وقت میذارین، اگر هم که کلا تو خونه هستین یا چه، حداقل هفته ای دو بارم که شده با فاصله، حالا تو تایم 2 ساعت 3 ساعت بچه‌ها رو ببرین مهد بزنین که با هم، چون مخصوصا تو این دوره زمانی که بچه کمه، همسن سال بچه‌هامون خیلی کم هم باشون بازی کنیم. ما قدیم انقدر بچه‌ها زیاد بود کلا ما بچه‌ها بزرگ می‌شدیم، با همسنامون بازی می‌کردیم، انقدر بازی می‌کردیم که از خستگی شب خوابمون می‌برد. ولی الان اونطوری نیست،
آره بزرگ شدی. الان اونطوری نیستش و خودمون باید جوری شرایطی رو فراهم بکنیم که بچه ها در کنار هم قرار بگیرن و ارتباط برقرار کنن با هم دیگه و بچه بتونه رفتار رو تو سن خودش یاد بگیره. خیلی حرف زدم، بریم شروع کنیم کارمون رو بکنیم. امیدوارم چیزی که گفتم براتون مفید باشه. خب فعلا پیاز رو رنده کنم، گوشتم رو مواد بزنم. گوشتم گذاشتم یخش باز شده دیگه، تقریبا یخش باشه. مواد بزنم، یکم بذارم داخل، یه ساعت میذارم داخل یخچال. اگرم تایم زیاده که یخچال بمونه قشنگ این طعم پیاز و نمک و فلفل و اینا به خوردش بره. ببخشید. بعد در بیارم ببینم که چه کار باید بکنم. حالا ساده گفته کباب. خب من که تو خونه کباب کوبیده خیلی سخته. حالا ببینم چطوری میتونم براشون درست کنم. سلام. نه صدرا. قربونش بشم من. قشنگ مادر. عزیز مامان. عشق منی تو. سارا عشقت کیه؟ سموم. سموم. بابا سعید مال توه؟ بابا سعید مال منه. بابا سعید مال منه. بابا سعید مال منه. نه بابا سعید مال منه. بابا سعید توه. قربونت برم. چی میخوام درست کنم؟ کباب. کباب؟ کباب. با چشم تو خورون بس شد میسوزه. بور 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 بور. این چیه؟ سیبید آرد سکر. خب سکر بلن بگو این چیه؟ الان گفتی بگو این چی بود؟ آرد. آفرین. خب این چیه؟ نمک. نمک. زردچوبه. زردچوبه. فلفل. فلفل. خب من پیاز رو که رنده کردم آبشو گرفتم، البته نه اینکه خیلی خشک چوب بشه چون دیگه همه عطرش میره. خب نمک بزن. نمک بزن. آره یکم دیگه بزن. یکم بزن. آره بزن یه دونه دیگه بزن. خب بس یکم فلفل بزن. فلفل اونه. آره خب بس زیاد تون میشه. همینه بزن، همینه بریز، همینه بریز. کم کوچولو تون میشه. بس یه قاشق غذاخوری هم بهش آرد اضافه میکنیم که حالت چسبندگی داشته باشه. نه اون رو نمیخوام. نه باید بهش زعفرون بزنیم. زعفرون آرد بریز، کم بریز آرد. آرد بعد حسابی رو ورز میدم در حد یه قاشق آرد. بسه البته بستگی داره به مقدار شهر کرده. بذار مامان یه ذره وزن بدم. بعد گوشت چرخ کرده رو کلن چه برای کوفته، چه برای شامی، چه حالا کوبیده یا هرچی، بس هر چقدر بیشتر وزن بدین اصلا کیفیت گوش خیلی بهتر میشه. برای اینکه وا نره اصلا تغییر میکنه. شما 5 دقیقه بعد میبینید که چقدر چسبندگیش بیشتر شده. 10 دقیقه بعد میبینید چقدر چسبندگیش بیشتر شده. همه شو چه بسه دیگه. ندیست دیگه. بس نه دیگه کافی دیگه. بدمزه میشه ماما. اینو من حسابی ورز میدم بعد بشه که من زعفرون میتونیم بزنیم. ولی من میخوام با کره و زعفرون روش بزنم با فرچه. زرچوبه نمیخواد. حالا یه ذره بزنید. بس بزن. ببینید من گوشت رو حسابی ورز دادم، قشنگ حالت چسبنده شد
بعد روش یه پلاستیکی رو میذارم، میذارم یه ساعتی دو ساعتی داخل یخچال استراحت کنه. شما من یه قاشق غذاخوری بهش آرد اضافه کردم، آرد سفید، یعنی فرق نمی‌کنه، آرد سفید. شما اگر نخواستی، من دیگه چون سینه مرغ هم میتونید یه تیکه سینه مرغ رو چرخ کنید برای چسبندگیش به گوشتون اضافه کنید. من دیگه حالا سینه مرغم نگاه کردم دم خیلی بزرگه، بخواد همش رو بخوام یخش باز شه دوباره بخوام فریز کنم خوب نیست. حالا این نداشتم تیکه کوچیک، بهش قاشق آرد زدم، حالا بمونه تو یخچال، برنج دارم برم خیس کنم، بعدش برم سراغ بقیه کارم. خب من برنجم هم آبکش کردم داخل قابلمه، یکم روغن، یکم آب، یکم زردچوبه ریختم. همیشه یه تکون میدم که این دیواره هاشم چرب بشه که برنجم راحت از قابلمه در بیاد. بعد از این نونای پیتو داشتم و گفتم اینا رو استفاده کنم برای تعدیق، نمونه بیات بشه دیگه، خراب بشه. برس دادم، به این شکل. حالا برنجم هم میریزم روش، میزم دم بیاد. ده بازم برای مثل همیشه میگم من برنج زیاد آب کش کردم، چون صد رو اینا شب برنج میخورن. الان همه برنج رو نمیذارم دم بیاد، به اندازه نهار میذارم، به اندازه کالا لازمه. بقیهش رو هم که آب کش شده توی قابلمه میذارم، میذارم داخل یخچال، شب دم میذارم دوباره. این از این میکنم بمونه برای شب. من برنج رو دم انداختم، الان میخوام این گوشتامو داخل این قالبه، البته چون میخوام داخل فر بذارم، اینو بگم اول، این شکلی که این بهش میده، این هم خیلی شکل آنچنان شکل گل میگم، مثلا گل کوبیده اونجوری در نمیاره، فقط یه چند تا شیار برش میده داره یه جوری مثلا صاف و صوف در میاد و همونم امکان داره داخل فر که بره وقتی تیز میشه حرارت میخوره جمع بشه. دیگه یه چیز اینه دیگه، خیلی همچین حرفه ای نیست. یه ذره دیگه گوشتمو ورز میدم که چسبندگیش بیشتر بشه. البته اصل کباب کوبیده باید با گوشت قلبگاه باشه، بعد قشنگ توش هم یه تیکه حتما گفتم مثلا سینه مرغ باشه. این قالبم قالب کوبیدنم عموی گلم بهم داده بود، بعد خودش داشت، یه دو تا داشته، یکیشو داد به من و واقعا ازش ممنونم که اینو بهم داد و من میخوام باش استفاده کنم. گرد مشما میذاریم، نکن صدر نکن که گوش بهش نچسبه. دیگه دستم هم قشنگ شستم اینطوری. داخل این شیار مواد گوشتی رو نکن، هم برای ببین چی درست کنم. چیه؟ کباب. کباب دوست داری؟ پیاز هم دوست داری؟ کباب و پیاز؟ باش. کباب مردونه دوست داره، کباب با پیاز. درست. خب حالا نگاه کنید اینو که پر کردیم
این مشما رو برگردوندم روش نایلون رو، بعد اینو فشار میدیم که یکم حالا روش یه شیار میافته. من فشار میدم، من فشار میدم. باشه دوباره میدم تو فشار. دست از فشار رو بده با دستم، من بیشتر فشار میدم، نکن. من فشار میدم به عباس، من برای فشار بدم، میدونم فشار بدم. تو فشار بدی؟ آره. بلدی فشار بدی؟ آره. باش. خب اینش من خوب فشار میدم. بذار بریزم بعد تو فشار بده. خب من فر رو روشن کردم، دمای 180 درجه گذاشتم، نمیخوام داغ بشه. الان میخوام کبابا رو بذارم داخل فر، هیچی فعلا نزدم بهشون، فقط الان میخوام بذارم یه ذره خودش رو بگیره با حرارت، حرارت همون آب خود گوش پس بده و اینا یه کوچولو که جمع شد، بعد کره رو آب میکنم با زعفرون قاطی میکنم روش، حالا سطح روش رو کاملا کره مالی و زعفرون مالی میکنم. حالا فعلا بذارم تو فر، ان شاءالله که چیز خوبی از آب در بیاد. همه دست به دعا که کبابمون خوب در بیاد. خوب میشه، نگران نیستم. این اضافهش هم یه مقدار مونده بود و با این سیخای کوچولو کوبیده داشتم تو اینا زدم. سلام. سه تا دونه اینا شد، اینا رو با دست دیگه، اینا خیلی کوچولو بودن، چه با دست خودم داخل دور سیخ پیچیدم و بعد یکم حالا رو شیار انداختم. اینا رو میخوام بزنم تو جاهای خالی رو با کبابای کوچک پر کنید. یه دونه داره، یکم کوچولو الان یه کوچولو حرارت بیشتر کردم، بردم روی 210 درجه، یکم که خودشو گرفت بیشتر کردم که شروع کنه به پختن و مغز پخت شدن. بعد که قشنگ کاملا روش گرفته شد، دوباره اون کره زعفرون هم میارم بهش میزنم. ببینیم کبابا زیاد جلو نمیرم چون آب داره، یه وقت نریزه. خودشو گرفت این کره زعفرون رو بهش میدم که خوشاب و رنگ بشه. بدون دود، بدون خونریزی، بدون زغال، بدون دردسر.
آره بدون دردسر براتون کباب کوبیده درست کردم. خواهش میکنم. این چی پختم برای سما جان، برای صدرا جان. بریم با هم کباب کوبیدمونو ببینیم چی شد. وای محشر. ببین چی درست کردم. آبدار. ببین. الان بلندت میکنم ببین. آره دوست داری؟ آره خوبه؟ الان یارم خوبه بودت برم نه بشه خب کوبیده ما حاضر شد داخل فر، الان میخوام بیارم برای بچه ها که بخورن. بیار جاتون حسابی خالی. ببینید دیگه رنگ رخسار نشان میدهد از سر درون. ببینید که دیگه چی شده توی خونه با شرایط کم بدون منقل و زغال و خلاصه این داستانا این کبابا رو درست کردن. خیلی داغه. فوق‌العاده داغه. بریم بچین. خب ببین چی درست کردم. صدرا چی شد؟ بگو چی شد؟ مرکز حرکت فوق‌العاده شد. سما بیا اینجا بشینه. آره من میخوا بخورم. میخوا بخوری؟ بیا این یه دونه بذارم. بذار خنکشه بخور. داغا بذار خنکشه بعد باشه؟ چیه؟ ای مامان کبابه. کبابه ای پلوه. اون پلوه صابون نیست. نه پیاز فلفل خوشگلش کنیم. جای بابا سعید خالی. بابا سعید بیا نخار بخوره. سبا بخوره. آه چی بخوره؟ بابا سعید میخوا کباب بخوره. پلو بخوره. خب یه کبابتو باز کنم. بده عاشقتو بده. واو ببین بخورم. بده خونش بوتون خونه زده. آره پسرم بوت.
کردم. کباب کوبیده بدون سماق نمیشه، اونم سماق محلی مخصوص رودبار. بله این برای شما، الان پلو هم برات میریزم. به به تدیکو ببین. میگن تدیک. خب میبینیم اینجا همجا تیکه کنم. بیا سد سمو جان، کرم باید برش بیاریم. باش بیا سماقم بریزم. به آرزوش رسید، عاشق کبابه. ماما میره بازی نه بخورم. بله برات درست کردم که بخوری پسرم. این عاشق سماق. خب جاتون حسابی خالی، ایشالله که شما هم درست کنی. بالاخره برای رفع کدی میگن یا رفع حوث و برای بچه ها گزینه خوبیه که تو فر بتونید درست کنی. حداقل میدونید سالمه، هیچ چیز مضری توش نداره. فقط گفتم اگر خواستید به جای آرد یه قاشق آردی که من زدم، یه تیک 100 گرم سینه مرغ رو چرخ کنید حسابی، باش قاطی کنید که چسبندگی ایجاد کنه. دیگه درست کنید، نیشه جان کنید دیگه، مطمئنم خوشتون میاد. یا خودم هم تست کنم. خوشمزه است؟ لایک بده. خوشمزه است. حسام جان بیا بخور. سی شدی؟ آره. دیگه نمیخوری؟ نه اصلا؟ کباب بده من بخورم. کباب بده من. بگو ماما بی زحمت کباب بده. ماما کباب بده. آفرین. ماما بفرم. خب دیگه میخوای بری؟ آره. تشکر نکردی که. تشکر چی؟ آب دستم نخوری، میخوردم. نیشه جان آب چی؟ آب میخوری؟ نه آب خوردم. باش از اون زیر میری؟ آره. خدافز موشی. من توی تولد سمایی پیرهن پوشیده بودم که حالت سنتی داشت. بعد خیلی پرسیده بودین که این پیرهنه رو از کجا گرفتی، پیجشو بگو اینا. بعد پیجشو فراموش کردم دیگه. خلاص انقدر گشتم به خاطر شما، انقدر که پرسیدین گفتم که درست نیستش که انقدر گفتین جواب ندم. گفته بودن که تو ویدیوهای بعدی حتما بهتون پیدا میکنم، پیجشو میگم. این پیرهن بود که اگه یادتون باشه این پیرهن رو پوشیده بودم که من مشکیشم دارم. ببینید مشکیش هم دارم و سبزش هم دارم. این هم سبزشه، البته آبی و با مشکیش ترهشون کلا یکیه، فقط رنگاشون فرق میکنه. ولی این سبزه بذاری بهتونشون بدم، یه ذره طرح پارچهش با اون فرق میکنه، این شکلیه. پیجش هم بذاری این آویزون کنم. ماما باش. اینم بالاخره گشتم پیجش رو پیدا کردم. این پیجشه. چی شد مامانی؟ نه ترس. حالا اینجا براتون می نویسم اسم پیجشو. این پیجشونه که رنگ و مدل‌های مختلف پیرهن سنتی داره. اگر خواستی، البته این تبلیغ نیست. یه وقت فکر کنیم من اصلا داخل
کانال هم دوست دارم تبلیغات داشته باشم، خیلی هم به این پیشنهاد میشه یا تبلیغه که مثلا همکاری کنیم، من ویدیو مثلا کانالاشون رو معرفی کنم. من اصلا دوست ندارم اینجا مثل اینستاگرام حالت تبلیغی اونجور چیزا باشه، دوست دارم که مخاطبام راحت ویدیوها رو نگاه کنن. حالا اون تبلیغاتی که خود یوتیوب میذاره روی ویدیو فرق میکنه، اونا دیگه اصلا قانونشه، خود یوتیوب میذاره. ولی خودم دیگه دوست ندارم تبلیغات انجام بدم، به هیچ عنوان هیچ تبلیغی دوست ندارم داخل ویدئوام باشه. فقط چون خیلی پرسیده بودیم بخاطر که برخورم احترامی که برای تک تکتون قائل هستم، چرخیدم و پیدا کردم براتون که حالا اسمشو براتون می‌نویسم، زیر نویس می‌کنم اگر خواستیم پیدا کنیم. برقا رفت مامان، برقا رفت. خب من ظرف مرفا رو شستم، آشپزخونه رو تمیز کردم، قشنگ همه چی ترتمیز شد و کارم انجام دادم. دیگه نهار رو زود حاضر کردم، زود نهار خوردیم چون سما میخواست بره، امروز تولد دوستش، الان رفته با دوستش رها همسایمونه با هم حاضر شن. حالا بابای رها میبره، بعد من میرم میارمشون احتمالا. بعد دیگه برقم رفته، میخواستم جاربرقی بزنم، دیگه نمیتونم تو این گرما، برق رفته. حالا جاربرقی اینقدر مهم نیست، من این وسط ها یه دسر درست کردم، ویدیوش رو گرفتم برای کانال دومم، برای کانال آموزشی. بعد دسره داخل یخچاله، ببینید تازه شروع کرده به گرفتن، تازه سفت شده، یکم دیگه باید بمونه کامل سفت بشه. و این برق رفت، کارو عقب میندازه دیگه، الان کاری ندارم، باید اجبارا بخوابم یه ذره، یعنی نمیخواستم اصلا امروز بخوابم، ولی خب فعلا کاری ندارم، بعد بمونم تا برقا بیاد، بعد میخوام یه جارو بزنم دیگه همین. خب من قشنگ امروز یه چرت حسابی زدم و خستگی در کردم، ولی هی برقا رفت برقا اومد، برقا رفت برقا اومد، دیگه خلاصه تو گرمام آدم کلافه میشه. ولی دیگه به هر حال یه ساعتی کردم و دیگه سمام که رفته تولد، دیگه الان هست که بیا، سعیدم رفته باشگاه، اومد خونه، رفتش باشگاه، وسیلاشو برداشت که از اون برم بره سما رو بیاره. دیگه منم بیدار شدم، دیگه اومدم سراغمون، دستری که گفته بودم داشتم درست میکردم، اینها این دستره رو انقدر خوشمزه شد، یه تیکش رو با اجازتون خوردم، اینها این دستره رو دستره رو فیلمش رو گرفتم دیگه، آخر فیلمش رو که بعد از قالب در می آوردم، برقا هی رفت، طول کشید تا این بسته بشه، هی یخچال و سر رو باز میکرد، بعدن یه فکر میکنم یه 3 ساعتی قشنگ برقا رفت. یه خلاصه فیلم اینم گرفتم، خیلی خوشمزه است، بهتون پیشنهاد میکنم برین تو کانال دومم آموزش این دسته رو ببینید، یعنی تو 5 دقیقه، فقط تو 5 دقیقه حاضر میشه، یعنی به خدا اگه دروغ بگم، برین خودتون ببینید آموزشش رو، بعدن باور میکنید که چقدر این، ببینید چقدر دلبره، تکون میخوره، خیلی باحاله. خلاصه که اینطوری دیگه، از ظهرم که غذا مونده بچه ها بیان، یعنی بچه ها که سعید و سرمو بیان، دیگه با هم دیگه شام بخوریم. مرسی که مثل همیشه همراه من بودید امروز، خیلی دوستتون دارم. حتما اگر کانال من ساب نکردین ساب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک کنید، کامنت بذارید، هر کاری که دوست دارید انجام بدین، خیلی خوشحالم میکنید. ممنون که همراه من هستین، موضوع خودتون باشین، تا ولگ بعدی، خدا نگهدار.